السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. بحثي داشتيم راجع به کارامونو بره کی انجام بدیم، بره خالق، بره خدا یا بره غیر خدا. یه جلسه میخواستیم تموم بشه تموم نشد. موضوع اینه که تو قرآن خیلی صحبت کرده که مکرر گفته که بعضی ها ضرر میکنن، اصلا بعضی ها بد معامله میکنن. بعثمشترا، هرچی عربی میکنم قرآنه، بعثمشترا یعنی بد معامله که. بعضی آیات میگه فما ربحت تجارت هم، نه معامله بدی بود، سودی نکرد. بعضی جا میگه خاسر، خسارت کرد، قل ان الخاسرین. بعضی جا میگه خسران مبین، خیلی خسارتش رسوا بود. بعضی آیات میگه فی خورس، ان الانسان لفی، فی یعنی غرق در خسارت شد. بعضی آیات میگه که اخسرین، از همه خسارتش بیشتر شد. این آدم اینو جوونیشو چه کرد؟ مالش رو چه کرد؟ بیانش ای با این زبون که صبح بیدار شدیم تا شب که خوابیدیم با این زبون چی گفتیم؟ با این گوش چی شنیدیم؟ با این چشم چی دیدیم؟ از این سرمایه ها چه استفاده کردیم؟ برای کی؟ برای چی؟ آخر که چی؟ میخواستم خودم رو راضی کنم، میخواستم مردم رو راضی کنم، میخواستم خدا رو راضی کنم. ما تو این دنیا، تو این بازار با سعی کنیم مشتری خوب انتخاب کنیم. موضوع اینه. و در جلسه قبل گفتیم که مشتری معامله با خدا، یه 10-15 تا چیزی گفتم در 28 دقیقه، حالا 28 دقیقه رو یه دقیقه میکنم تکراری. با خدا معامله کنیم، چون خدا یک مشتری دائمیه، مشتری علاقمند، مشتاقه، همه چیزو میخره، گرون میخره، جنس معیوب هم میخره، از خریدن پشیمون نمیشه، خسته نمیشه، سرمایه از خودشه، بازم سرمایه خودش میخره، هم نقد میخره، هم نسیه میخره، هم تو دنیا جزا میده، هم آخرت. قول میده، وعده‌هاش وفا میکنه، پاداشش متنوعه، یعنی گاهی پاداش خدا به طول عمره، گاهی به ذریه و نسله، گاهی به عزت و نصرته، گاهی نام نیکه، گاهی بخششه، گاهی تجلیله. خب شاید یه دقیقه نشد، اینا فهرست حرفای درسه بود. این ادامه بس. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع معامله با کمک کنید خدا. خلق چه میکنه؟ سوت میکشه، کف میزنه، صلوات میفرسته، یه خیابون به اسم ما میکنه، تندیس میدن، لوح میدن. یک خلق جنس گل گردانون میکنن. نمیخوام بگم از اینها به اینها بی اعتنا شدن، بالاخره بازم تجلیل دنیا هم در آدم اثر میکنه، تشویق میکنه. تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. حضرت امیر میگه که لا یکونن المحسن و المسیء اندکه به منزلت سوا. خوب و بد را یه جور نگاه نکن، هر که خوبه تجلیل کن. پیغمبر ما یه خواهر داشت، یه برادر رضایی. رضایی یعنی یه سینه شیر خوردن، مادرشون نبود، یه زنی چند تا بچه کشی میده، این بچه هاش همه میشن خواهر و برادر شیری، یعنی چون از یک سینه شیر خوردن. پیغمبر ما یه خواهر ایطوری داشت که این پیغمبر و این خواهر از یک سینه شیر خوردن. یه بار خواهرها آمد پیغمبر، پا شد احترام کرد و خب پرش رفت تو برادر رضایی آمد، پیغمبر محلش نذاشت. گفتن یا رسول الله، او خواهره رو خیلی تعویل گرفتی، چرا به این محل نذاشتی؟ گفت اون خواهره به پدر مادرش احترام میذاره، چون به پدر مادرش احترام میذاره، منم به احترامش مثلا فرض کن قیام کردم. چه اون برادر یه پسر بی ادبیه، دهنکجی میکنه به پدر مادرش، چون دهنکجی میکنه، بی اعتنا میکنه، من تعویلش نگرفتم. با اینا مهمه، اینا مهمه.
خب ما در دنیا باید خوب و بد اون فرق بکنه. حالا مسئله پاداش های خدا چند تاشو گفتیم، حالا شماره 10-15 هرچی هست، شماره بعدی. گاهی دعاش مستجاب میشه، یه خدمتی میکنید، یه کسی میگه که آقا چرا ما دعا مستجاب نمیشه؟ سوال جواب، میگه تو هرچی گفتی خدا مستجاب کنه. حالا یه سوال من میکنم، خدا هرچی گفته تو عمل کردی؟ خدا هرچی گفت تو عمل کردی؟ تک توقع دینه که تو هم هرچی گفتی خدا عمل کنه. میگه آخه قرآن میگه که ادعونی کمک کنید استجب لکم، میگم بله. تو قرآن چرا یه آیه رو میخونی؟ قرآن میگه که ادعونی استجب لکم، دعا کنید مستجاب میکنم. یه آیه دیگه هم دارم میگه استجیبو استجیبو لله. خدا هم هرچی گفت تو گوش بده. اگر خدا هرچی گفت تو گوش دادی، تو هم هرچی گفتی خدا گوش میده. اذکرونی اذکرکم، تو یاد من باش منم یاد تو هستم. خیلی تا حالا آدم ها آمدن پلو من که زندگیمو سوخ 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 نابود شدم، میگم حاضر یک حرف صادقانه بزنی؟ حرف صادقانه. میگه بفهم. میگم صادقانه بگو خمس میده؟ گفت نه. خدا 100 میلیون داد، 20 میلیونش خمس داد، 1 میلیون داد، 200 هزار تومنش خمس بود. تو حق پیغمبر رو ندادی، حق خدا رو ندادی، حق فقرا رو ندادی، زکات دادی. میگم ها شما 15 کیلو گندم نمیخوای 1 کیلوشو مثلا زکات بدی؟ خودم کاشتم. میگم بله، زحمت خودت 14 کیلو. خورشید سهم نداشت توی گندم؟ چرا؟ باد سهم نداشت؟ چرا؟ باران سهم نداشت؟ چرا؟ این زمین دیم زمین مال خدا نبود، پس ببین زمینش مال خداست، بارونش مال خداست، خورشیدش مال خداست، بادش مال خداست، تازه خودت هم مال خدای خدا قانه هم. میگه 15 کیلو 1 کیلو. البته حالا من مسئله فقهی نمیگم، من مسئله فقهیشو از بپرسید از علما، من مثال عرض کنم چون دیمی زکاتش بیشتره، ولی کشاورزی که با آبه زکاتش کمتره. یکی از کارها اینه که اگر آدم با خدا معامله کنه، دمه وقتی هم گیر کرد خدا کمکش میکنه، خدا کمکش میکنه. یه لحظه های خدا با الهام کمک میکنه. لحظه های خدا با الهام کمک میکنه. یکی از علمای قم میگفت هوای قم داغ بود، پشت بوم خوابیده بودیم با بچه ها، دو بعد نصف شب با کم و زیادش، حالا نصف شب یا حالا هر وقت، میگفت دیم یکی زنگ درخونه میزنه. ما از بالای پشت بوم نگاه کردیم، بفرمایید. گفت حاج آقا سلام علیکم، ببخشید من اشتباه کردم، علیکی زنگ خونه شما زدم، حلال کنم. یکی سومده بره بی خودی زنگ زده. میگفت من خواب بیداره که بعد دیدم بچه‌م غلطیده پاش آبزونه، فوری پریدم این بچه رو کشیدم بالا. اصلا این آقایی که دارم میره به ذهنش میاد علیکی زنگو بزنه که من خواب بیدارشم دست بچه‌م بگیرم بکشم بالا. مددهای غیبی. خیلی از مختار این ما بهشو الهام میشه، همچی کن همچی کن، به این کشف میرسی، به این استخراج، به این استکشاف میرسی. خیلی از اختراها هر کسی تو زندگیش داره، این حرفا رو هر کسی تو زندگیش اینا رو داره، آدم خودش هم نمیدونه که چه میکنه. بعد از شهدای مکه که 400 نفر شهید شدن تقریبا، یه سمینار آفریقا بود، ما از ایران رفتیم اونجا سخنرانی کنیم.
همه آخوندهای کشورهای آفریقایی اونجا جمع شده بودن. اونها هم خب از سعودی یه پولای بهشون تقسیم میشد، تزریق میشد، نونخور سعودی بودن. اون سالون چند برابر این سالون بود، هم علما نشسته بودن، گفتن کسی حق نداره علیه سعودی حرف بزنه. گفتیم خب ما اومدیم از ایران که بگیم سعودی منو کش. مثل که روز عاشورا میگفت که یه کسی حسینیه ساخته بود بره عاشورا. بعد اول محرم یه تابلو زد که به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین علیه السلام حسینیه تعطیله. اصلا ما حسینیه ساختیم بره عاشورا، حالا خود عاشورا تعطیله، ما اومدیم بریم، ما این همه راه اومدیم، چند تا کشور اومدیم جابجا شدیم تا رسیدیم به جو. شب نشستم فکر کردم خدا چه کنیم، مأموریت ما چیه، تقاضای اجلاس و سمینار چیه. گفتم اصلا با اینا حرف نزن، کار به سعودی هم داشت، یه زیارتنامه درست کن. یه عکسی بود قبر پیغمبر گنبد خضرا، عکس بزرگ تقریبا یه متر در یه متر. به جوون گفتم میتونی وقتی من سخنرانی میکنم اینو بالا سر من نگه داری؟ گفت خب نگه دار. گفتم نگه دار، من پشتم میکنم به جمعیت با پیغمبر حرف میزنم. یه 30-40 تا آیه رو شب تنظیم کرده بودم، پشتم کردم به جمعیت. حالا فرض کنید تخت سیاه قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، وقت شروع کردم قرآن خوندن. یا رسول الله تو قرآن آمده لا تظلمون لا تظلمون، نه ظلم کنید نه زیر بار ظلم برید، پاشو ببین امتت چقدر ظلم کردن. تو قرآن گفتی جامعه اسلامی باید روپا خودش وایسه، پاشو ببین حتی سنگای قبر دم از خارج اومده. تو قرآن گفتی ترهبون بهی عدو الله، امت اسلامی باید دشمن خدا رو بترسونه، پاشو ببین الان امت اسلامی از دشمن خدا میترسن، به جایی که دشمن خدا رو بترسونن نفت داره نا، شیر نفت رو ببندن آمریکا و اروپا فشل میشه، ولی ما امکانات در اختیار اونها میذاریم، تازه از آمریکا میترسیم. یا رسول الله همین تو هی السلام علیک یا رسول الله، تو هم چی گفتی ترهبونه پاشو ببین تخافونه، تو گفتی لا تظلمون ولا تظلم، پاشو ببین هم ظالمن هم مظلوم، تو قرآن هم چی گفتی همچینه، تو قرآن هم چی گفتی همچینه. زیارتنامه خوندم و این زیارتنامه یعنی ای امت اسلامی از قرآن جدا شدید بدبخ شدید. علیه اسم سعودی هم نبردیم، ولی همش گفتیم کل امت اسلامی از هر جاش از قرآن فاصله گرفتن سیری خوردن. بعد از جلسه دور ما گرفتن گفتن ای چه رقه، گفتم والا شما گفتید چیزی نگید، ما گفتیم خیلی خوب چیز نمیگیم. یه لحظه هایی خداوند دم بزنگا کمک میکنه انسان را. با امداد غیبی، تمام معجزات امداد غیبیه. مریم حامله شده زایمان داره قزام نداره، خدا میگه پاشو این درخت خشک و تکو بده رطبن جنیا، خرما تازه میاد. مردم دور موسی جمع شدن گفتن آب میخوایم، عصاشو خدا گفت ازر بعصاک الحجر، عصا رو بزن به سنگ، از همین سنگ 12 چشمه آب میجوشه. ابره آمد کعبه رو خراب کنه، ترمیهم به حجارت فجعلهم کعصف، عصف یعنی کاه، معکول یعنی خورده، کاهی که خورده شده چیه میشه پهن، کاه ریز میشه پهن. همش تمام معجزات امدادهای غیبیه. دیگه چی؟ با پیروزی، با پیروزی. انقلاب خود ما خیلی جاش امداد غیبی بود. وقتی شینهای طبس هلیکوپتر آمریکا رو سرنگون کرد، هلیکوپتراشون رو، اصلش هم عمرا هم سردارا هم سیاسیون حقوقدانان همه سران کشور هیچ کدوم توجه نداشتن از این طرح آمریکایی، ولی شنای تبس و من کمک، ما
قرآن میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، متقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان به غیب داریم ما. ما غیر از کانال طبیعی یک الهامایی، یک جرقه هایی از غیب هم هست، با غیب زندگی میکنیم. اگر میخوای ببینید تکیت به چیز، تکیت به امکانات خودت بیشتره. اگر تکیه کردی به امکانات خودش، بله جاده رو زدیم، اینقدرم توپ داریم، تانک داریم، تفنگ داریم، هواپیما داریم، هلیکوپتر داریم، اگر این اگر به برنامه‌های خودت تکیه کنی، معلوم میشه ایمان ضعیفه. شما باید برنامه‌ریزی دقیق باشه، اما ممکنه یه خبرای دیگه هم باشه. یعنی ممکنه شما گاز بدی، آخه تعلیم رانندگی که رفتید، شما گاز میدی اما این بغل دستیات ترمز میکنه. ما ممکنه یه گاهی وقت دادم مطالعه میکنم، میگه بحث امشبم چون خیلی مطالعه کردم بحث خوبی میشه، بحث انجام میده، هیچ که میگه ما که امشب چیز گیر نمیاد، دست خداست. ما باید تلاشمون بکنیم، ولی همه کاره نیستیم. چقدر برنامه‌ریزی میکنن که رأی بیارن، آخه چون رأی نیاوردن. افرادی هستن تا دم صندوق نظرش با آقای الفه، لحظه ای که میخواد رأی بندازه با آقای برأی میده. بابا یه عمری تو ستاد انتخاباتی آقای الف بودی؟ میگه بله، ولی وقتی خواستم رأی بندازم گفتم ببینی خودم میدونیم واقعا بره خداست، یا همشهریته، یا دوستش داری، یا ازش وام داری، یا بهش قول دادی، یا او به تو وعده داده. بینی و بین الله ازی واسواتر نیست، ازی لایقتر نیست. کلید این همه شهید دادیم، جمهوری اسلامی را درست کردیم، تو باید اینجا خیانت کنی، پارتی بازی کنی؟ میگم در یه لحظه وقتی میخوام صندوق بدم به کسی رأی دادم. اینطور نیست که اگر چون پوستر ما زیادتره حتما رأی میاریم. از خیلی وقتا پوستر که زیاده از کجا میارن پولا؟ خب توی خیابون یه عکس بسیم، تو عکس ها مثل آجر به هم چسبوندن تا آخر، آخه یه دیوار 30 تا عکس از کجا میاد اینا؟ از خودش اسرافه، از غیر خودش نیست خیانته. اگر از غیر خودش خیانته، اگر از خودش هم هست اسرافه. خب با ما میخوام کاندیداشم عکس منو ببینید دیگه، یا رأی میدید؟ نه، قرائتی 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 قرائتی. گاهی با حفظ مکتب، قرآن میگه که ببینید من مزد پیغمبر تو دم، نحن نزل نزدیک و انا له لحافظون، و انا له لحافظون. ما قرآن را فرستادیم، حفظش هم کردیم. قرآن یک واو زیاد، از جاهایی که خیلی وهابی ها رسوا شدن این بود که چند قرن تبلیغ میکردن که قرآن شیعه غیر از قرآن اهل سنته، تا بالاخره الحمدلله قاری ها رفتن کشورها خوندن. بین قرآن ما و اهل سنت یک نقطه، یک واو، یک الف فرق نمیکنه. خیلی تبلیغ کردن، هنوزم میگن، هنوزم بعضی آخونداشون میگن، ولی خب الحمدلله چون خدا قول داده از مؤمنین دفاع کنه. ما که نماز خونیم شیعه، آخر نماز میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میگیم چه؟ میگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. شیعه سه تا الله اکبر میگه. میدونن میگن چه؟ میگن شیعه میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. امین یعنی جبرئیل امین. جبرئیل امین باید وحی رو به علی بده، داد به پیغمبر، خیانت کرد. وحی به جای علی به پیغمبر وحی شد، به جای علی به پیغمبر وحی شد. ما چه میگیم؟ خان الامین میگیم الله اکبر. الله اکبر دروغ شاخدار، حرفای وهابی ها و حرفای غیر وهابی ها. با تحقیق کن قرآن بخونم، انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی اگر یک نفر که عادل نیست خبر آورد، تحقیق کنید، ممکن دروغ بگه، ممکن دروغ بگه. خدا رحمت کند شهید مظلوم بهشتی رو، آمده و کاشون نماز مغرب بود، ما پشت سرش رفتیم نماز بخونیم، روشی که به یه نفر گفت که اون ماجراها رو برای قرائتی هم بگو، سفارش کرد و گفت الله اکبر. ما دیگه حواسمون پرت شد ماجرا چیه، که دم نماز ایشون یادش اومد. بابا گفتم ماجرا چیه؟ گفت حال بعد از نماز. گفتم خب پس یادت نره.
گفت تو شرکت واحد اتوبوس های شهرداری بحث میشه که خونه بهشتی چند طبقه، یکی میگه 3 طبقه، یکی میگه 14 طبقه، یکی میگه 16 طبقه. میگه آقا یکی پاشو آقا مردید یا نامرد؟ اگر مردید من خونه شو بلدیم. هیچی نگود بریم در خونش. کی مرده؟ گفتن باشه میشه. مسافران تصمیم گرفتن و اتوبوس رو بردن در خونه شون. در زدن مرحوم دکتر بهشتی اومد در واقع. سلام علیکم. گفتن آقا دکتر بهشتی اینم خونش یه طبقه. هر چی شنیدید تحقیق کنید. خداوند قول داده اونا که بره خدا معامله با بحث معامله با خداست، اونا که با خدا معامله میکنن آبروشون خدا حفظ کنه، کتابشون حفظ کنه. نحن نزلنا الذکر، ما قرآن را فرستادیم و انا له لحافظون. ما فقط قرآن حفظ میکنه، نگفته حافظون له، له لحافظون یعنی فقط قرآن حفظ میکنه. چون روایت هم حفظ نشد، چون روایت جعلی هم زیاد داریم. خدا رحمت کند آیت الله عظما حاج آقا مرتضی حائری، پسر مؤسس حوزه علمی قم، ما درسش میرفتیم یه روز به مناسبت اینو گفت. گفت یه کسی به اینا گفت تو که میگی این آیه قد ثواب داره راست میگه؟ نه. گفت دروغ میگم، من میگم که مردم بخونن، میگم که مردم بخونن. مثل بعضی ها که میگن یه جوری روزه بخونیم که مردم گریه کنن. شما حق نداری گریه مردم رو در بیاری، حق داری مصیبت بخونی. گریه کردن کردن، نکردن نکردن، ما زامن عشق مردم نیستیم. تاریخ کربلا رو زنده نگم. حالا چه دلیل داره که ما دروغ بگیم؟ این که میگن دینتون از اعلم بگیرید به خاطر همینه. اینا که دینشون از اعلم نمیگیرن، همینطور خواب دیده عارفی شاعری نمیدونم فیلسوفی یه چیزی گفته، خب باشه ما باید حرفتون رو اندازه گیری کنیم. یک فیلسوفی سیگار میکشید، یه نابینای بغلش نشسته بود، خب چشمش بسته بود بنده خدا، بدی از بینی فهمید که اتاق پر از دود شده. گفت آقا، گفت بله. گفت چرا سیگار میکشی شما؟ گفت من از بس که در هستی شناسی و هویت هستی و عالم ملکوت فکر میکنم دیگه سیگار میکشم. گو خب پس حضرت علی باید هروئین بکشه، مگر که فکر اونها باید سیگار بکشه. ببینید فیلسوف باید حرفش لغوه. دینمون فقط باید از فقیه جامعه و شرایط بگیریم. خدا میدونه چقدر تو شعرها، تو کتابها، تو خوابها، رؤیاها، تو خیلی اینا آب توشه. دینتمون از هر کس نگیریم. الان یه رب گوجه میخواد بخریم، میگن استاندارد بشه، یعنی مهر استاندارد زده بشه که ببینیم یه گوشتی رو میخوان صادر کنن، میگن مهر باید بخوره، این مسئول بهداشت بیاد این گوشت رو مهر بزنه. آخر رب گوجه و گوشت گاو استاندارد داره، این مخ ما استاندارد، هر چی میخواد بره توش، هر کسی بخواد تو ذهن ما بیاره. به ما گفتن دروازه‌بون گوشتو باشید، اجازه ندید که هر کسی بره توش. القلب حرم الله، قلب شما حرم خداست. لا تسکنوا حرم الله غیر الله، اجازه ندید غیر خدا بره تو قلب شما. نشستیم سایت ها، روزنامه ها، ماهواره ها. یه سوالم اینجا بکنم از شما، یه جواب روان بره ماهواره ها. ما از ماهواره انتقاد نمی‌کنیم، ما از سینما انتقاد نمی‌کنیم، از فیلم بعد انتقاد می‌کنیم. ما نباید بگیم سینما بده، برای که میگن شیخ با تکنولوژی مخالفه. با سینما مخالف نیستیم، با فیلم بعد مخالفیم. خروجی فیلم چی شد؟ آیا زن شوهر رو با هم گره خوردن یا زن شوهر از هم جدا شدن؟ خروجی این فیلم چی شد؟ بچه عاشق تحصیل شدن یا تاریخ تحصیل شدن؟ خروجی این رفاقت چی شد؟ بالاخره این رفیق منو به خدا دعوت کرد یا منو به مال زیاد خوبه، اما شما دو تا زیاد داریم تو قرآن. یه زیاد داریم تکاثر، الهاکم تکاثر، تکاثر از زیاده. یه سوره داریم انا اعطیناکل کوثر، کوثر و تکاثر
هر دو یعنی کثیر، هر دو واژش واژه کثیره، کثیر یعنی زیاد. تکاثر یعنی ما زیادتریم، کوثر یعنی خیر زیاد. منتها تکاثر خروجی چی میشه؟ رفتن به مقبره. الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. دو تا فامیل اختلاف شد، یکی گفت ما بیشتریم، یکی گفت ما بیشتریم، چونه زدن، گفتن آقا چونه نزد، بریم بشماریم. سرشماری کردن، فامیل به باخت. فامیل به باخت طبق نقلی گفت خب پس مرد زن حامله رو دو تا حساب کنیم. یه بار دیگه سرشماری، باز سرشماری کردن، باز باخت. گفت بریم قبرستون، خیلی ها از ما مردن، مرده و زنده رو با هم بشونیم ببینیم قبیله کدوم بیشتره. آیه نازل شد الهاکم و تکاثر حتی زرتم، یعنی انقدر ما بیشتریم تو بیشتری شما رو گیج کرده تا رفتید مقبره پدرتون رو بشمارید. حضرت امیر این آیه رو میخونه، بعد میگه وای بر بشری که به جای که از استخون پوسیدهای پدرش عبرت بگیره به استخون پوسیدهای پدرانشون افتخار میکنه. ولی کوثر چی؟ میگه انا اعطینا کوثر فصل لربک وانحر. به تو کوثر دادیم، شطر کوثر که نماز بخونی، شطر ذبح کن بده به فقرا. تکاثر و کوثر هر دو از کثیره. تکاثر آدم به مرده شماری میبره، کوثر آدم به نماز و کمک به فقرا بره. ماهواره ماهواره، خروجی ماهواره چی شد؟ بچه شما بعد از ماهواره نمره درسش بهتر شد، ادبش بیشتر شد، خدمتش به جامعه بیشتر شد، اهل تقوا و نماز شد. اگر واقعا بچه‌های شما رشد پیدا می‌کنن یهدی ال رشد، واجب ماهواره بخرید. اگر بچه‌های شما سقوط می‌کنن حرامه بخرید، حرام عقلی، غیر از علم شرعی، حرام شرعی مال مراجع، من فقیه نیستم. خدایا بچه‌هامونو، دینمونو، کشورمونو، رهبرمونو، دولتمونو، نسلمونو، ناموسمونو، آبرومونو، انقلابمونو، هر چی که به ما داده ای در پناه امام زمان حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.